تأکید رئیس جمهور کرزی بر انتقال قدرت در وقت معین آن. آخرین وضعیت جریان حملات صدها جنگجو بر ولسوالی‌های ژیرای و موسی‌قلعه. و در پاکستان احزاب بزرگ مخالف برای راه اندازی تظاهرات گسترده ضد حکومتی آمادگی می‌گیرند. به نام خدا، با تقدیم سلام بر رویدادهای خبری تا این ساعت از کابل نیوز خوش آمدید. امروز پنجشنبه 16 مسد 1393 هجری خورشیدی که برابر است با 7 اگوست 2014 میلادی. جان کری وزیر خارجه امریکا عصر امروز وارد کابل شد. بر اساس گزارش ها کری امشب با هر دو نامزد ریاست جمهوری درباره پروسه تفتیش آرا و حکومت وحدت ملی گفتگو خواهد کرد. اما گفته می شود که وی پس از دیدار و گفتگو با نامزدان ریاست جمهوری روز جمعه با رئیس جمهور کرزی نیز دیدار و گفتگو می کند. وی در حالی برای بار دوم به افغانستان سفر می کند که هنوز هم میان تیم های انتخاباتی بر سر تفتیش آرا و ایجاد حکومت وحدت ملی اختلافات وجود دارد. رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر بر اعلام نتایج انتخابات در وقت معین آن تاکید کرد. رئیس جمهور در دیدار با نماینده ملل متحد گفت نتایج انتخابات باید بر اساس تقویم زمانی از قبل تعیین شده در جریان ماه روان اعلام شود. و میگوید میلیون ها افغانی که از طریق اشتراک در انتخابات اراده خود را تمثیل کردند، از ماها بدین سو منتظر اعلام نتایجند. رئیس جمهور می‌افزاید افغان‌ها باید پس از این صاحب رئیس جمهور و حکومت جدید شوند تا امور کشور به شکل عادی آن به پیش برود. پیش از این سخنگوی رئیس جمهور نیز در دو نشست بین المللی که عبارتند از نشست نوتو و جلسه سالانه ملل متحدند، اشتراک رئیس جمهور جدید را حتمی خوانده بود. سفیر فرانسه مقیم کابل در مورد کندی روند تفتیش آرا ابراز نگرانی می کند. ژان میشل مارلو سفیر فرانسه در کابل که جهت دیدار از روند تفتیش آرا با کمیسیون مستقل انتخابات رفته بود بر شفافیت روند تفتیش تاکید می کند، اما می افزاید که این روند باید تسریع گردد. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات از ایجاد یک میکانیزم جهت تسریع روند تفتیش آرا خبر می دهد. اما تیم های انتخاباتی اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله از روند تفتیش آرا رضایت دارند. روند تفتیش آرا که در حضور ناظران و مشاهدان ملی و بین‌المللی به پیش می رود، روز پنجشنبه سفیر فرانسه مقیم کابل نیز جهت دیدار از این روند وارد کمیسیون مستقل انتخابات شد. وی در گفتگو با خبرنگاران روند تفتیش آرا را کند خواند و از کمیسیون مستقل انتخابات، سازمان ملل و ناظران هر دو تیم انتخاباتی خواهان تسریع این روند گردید. Of course, we are very much concerned by the length of the process because ما در مورد روند بطی تفتیش آرا در کمیسیون مستقل انتخابات نگرانی شدیدی داریم. این روند باید تسریع گردد. رئیس جمهور جدید باید به زودی اعلام شود، زیرا افغانستان دو نشست مهم را در پیش رو دارد که اشتراک رئیس جمهور جدید در آن حتمی می باشد. اما ما مزمن تسریع این روند خواهان تأمین شفافیت نیست هستیم تا نتایج برای افغانها قابل پذیرش باشد. از سوی هم کمیسیون مستقل انتخابات با وجودی که روند تفتیش آرا را در مقایسه با گذشته سریع‌تر می‌خواند، اما می‌افزاید که در مورد ایجاد مکانیزم جدید جهت افزایش ناظران با هر دو تیم انتخاباتی توافق کرده است. ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې کار کړی دی چې د نړیوالو ناظرینو مشاهدینو سره مونږ ځینې ټمونه زیات کړو. عملاً پرون وړ مورز هم ځینې ګامونه په دې برخه کې اوچت شوي دي او د لوی ظرفیت نه باید استفاده وشي ترڅو په دواړو شفتونو کې یو شمېر ټیمونه زیات شي ترڅو وکولی شو چې زیات شمېر صندوقونه د تفتیش لاندې راشي. اما تیم های انتخاباتی اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله از روند جاری تفتیش آرا رضایت دارند و میگویند که در این مورد باید از عجله کار گرفته نشود. ټول جریان درست نرمال روانده که مشکل پکې نسته، ولی تفتیش ده نمایش نده.
هر اغم یو میزبان چې نه نفره ولاړ وی پی باندې چې دوه بهرینی دي دوه ناظرین د خپل محترم کاندیدانو دي دوه نفره هم د فیفا او تیفا دي او دوه نفره هم مشترکین د خپل کمیسون دي زه ګومان کوم چې په دې کې تفتیش کیږي لږ وخت باید ونیول سی او کله سره تیرول یغه بل مسله ده په اول ورځ کې تاسو خپل شاهد یاستئ چې یو او دوه صندوق هم تفتیش کول نن راست تر 500 صندوق تر شپږو صندوق پورې هم د موږ یو ناظر دا تفتیش کوي چې ان شاء الله موږ هغه نیټه چې موږ ته ټاکل شوې ده او غواړو چې ځان ور ورسو ورځ په ورځ خپل تجارب زیاتوو خپل تجربې زیاتوو او موږ به دې بهیر کې خپل محمد وطنوالو ته په جګه غاړه باندې ور وښیو چې د تاسې رایې محفوظې دي. در همین حال سفیر فرانسه مقیم کابل طرح ترتیب شده 16 ماده ای از سوی سازمان ملل را که تیم های انتخاباتی با آن توافق کردند نهایی می خواند و می گوید که این طرح به تغییر نیاز ندارد. Well, I think the rules have been put very clearly by United Nations. فکر می کنم که طرح ترتیب شده جامع از سوی ملل متحد برای تفتیش آرا که از سوی هر دو نامزد پذیرفته شده است نهایی و قابل قبول می باشد. از هر دو تیم انتخاباتی می خواهم که به این طرح ارج بگذارند. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که تا اکنون آرای 4367 صندوق تفتیش گردیده و ابراز امیدواری می کند که این روند در وقت معین آن تکمیل شود تا فیصله خود را به کمیسیون شکایات انتخاباتی بفرستد. اگر پروسه انتخابات از این بیش طولانی شود، افغانستان فرصت‌های زیاد بین المللی را از دست خواهد داد. برخی از نهادهای ناظر بر پروسه انتخابات می‌گویند پروسه تفتیش آرا از همان ابتدا با مشکلات جدی آغاز شد که نقش ضعیف کمیسیون در روند تفتیش یکی از عوامل جدی چالش‌های موجود می‌باشد. از سوی دیگر این نهادها از هر دو نامزد رئیس جمهوری و کمیسیون‌های انتخاباتی می‌خواهند به این بنبست انتخاباتی نقطه پایان بگذارند تا افغانستان فرصت‌های پیشرو را از دست ندهد. پروسه تفتیش آرا که حدود 3 هفته قبل به پیشنهاد وزیر امور خارجه امریکا و توافق هر دو نامزد ریاست جمهوری آغاز شد، اما تا حال به گونه که قبلا توافق شده بود که روزانه 1000 صندوق تفتیش خواهند شد به پیش نمی رود که از آغاز پروسه تا حال چندین بار به دلایل مختلف این روند متوقف و دوباره از سر گرفته شده است. نهادهای ناظر بر روند تفتیش آرا از کندی در این روند انتقاد می کنند و می گویند که ضعف مدیریتی کمیسیون مستقل انتخابات، موقفگیری های تیم های انتخاباتی، وضاحت نداشتن اصول توافقنامه میان نمایندگان نامزدان در کمیسیون از عوامل جدی کندی روند تفتیش آرا می باشد. پروسه تفتیش از همان آغاز با مشکلات جدی چون نقش ضعیف کمیسیون مستقل انتخابات در مدیریت روند، موقفگیری های متفاوت ستادهای انتخاباتی در مورد مسائل تخنیکی با چالش کشیدن روند توسط نمایندگان نامزدان، عدم موافقه کلی هر دو ستاد بر سر مسائل مربوط به تفتیش و برخی کاستی‌های دیگر همراه بوده و چندین بار به گونه موقتی متوقف گردیده است که این امر سبب طولانی شدن روند گردیده و شفافیت و اعتبار پروسه را زیر سوال قرار داده است. این نهادها از هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری می خواهد که برای فلاح و وحدت ملی کشور به این بنبست انتخاباتی نقطه پایان بگذارند. با گفته این نهادها افغانستان در آینده نزدیک به نشست‌های خیلی مهم بین المللی مواجه است و اگر تا آینده نزدیک زعیم جدید کار خود را آغاز نکند، افغانستان در انزوای جامعه جهانی قرار خواهد گرفت و افغانستان بیشتر فرصت‌های حیاتی را از دست خواهد داد. پروسه طولانی شد و ما زودتر به نتیجه مطلوب نرسیم، خیلی فرصت‌های جهانی و منطقه‌ای را مؤسس می‌دهیم. نشست‌های ممکن برگزار شود در سطح جهان، نشست ملل متحد، نشست ناتو و بکن نشست‌های با اهمیت و حیاتی دیگه برای افغانستان و اگر قرار باشه ما زودتر به نتیجه نرسیم و حکومت جدید تشکیل نشه، رئیس جمهور منتخب جدید ما نداشته باشیم، خیلی دشوار خواهد بود که ما اون فرصت‌ها را بتونیم از آن خود کنیم و اون فرصت‌ها را به عنوان موفقیت های بزرگ در سرنوشت افغانستان داشته باشه. این در حالی است که قبل از روند تفتیش و بازشماری کل آرای یک ماه زمان برای پایان یافتن پروسه و تفتیش حدود 1000 صندوق در روز توافق شده بود، اما در حال حاضر که حدود نزدیک به 3 هفته از آغاز این روند میگذرد دیده می شود کار بیشتر پیشروی کمیسیون ها باقی مانده است.
مخالفان مسلح یک بار دیگر با همکاری نظامیان پاکستانی حملات خود را بر ولسوالی موسی قلعه یه ولایت هلمند آغاز کردند. سخنگوی وزارت داخله می گوید از چندی بدین سو نظامیان پاکستانی به شکل بسیار آشکار در صفوف مخالفان مسلح با نیروهای افغان می جنگند که با خواستهای مکرر دولت افغانستان جامعه جهانی در این مورد سکوت اختیار کرده است. وزارت داخله خبر می دهد پس از آن که طالبان مسلح در ولسوالی سنگین با شکست گسترده روبرو شدند، اکنون برای جبران این شکست خود بر ولسوالی موسی قلعه حمله کردند. در این اواخر ویدیوهای تازه از جنگهای طالبان مسلح با نیروهای افغان به نشر رسیدند که نشان می‌دهد جنگ علیه نیروهای افغان توسط نظامیان پاکستانی رهبری می‌شود. از دو ماه بعد این سو بخش‌های مختلف کشور شاهد نامنی‌ها و حملات گروهی می‌باشد. وزارت امور داخله می‌گوید که از دو روز بعد این سو بیش از 1000 مخالف مسلح با حمایت نیروهای پاکستانی بر ولسوالی موسی قلعه هلمند حمله کردند. گزارش‌هایی را که ما داریم بین 1000 تا 1500 نیروی دشمن که در بینشان نظامی های پاکستان هم حضور داره بالای ولسوالی موسی قلعه حمله کردن که اینا نتانستن هیچ دستاوردی در این مدت داشته باشن. به خاطر جبران شکستشان در ولسوالی سنگین اینا رو آوردن یک جبهه دیگر در موسی قلعه باز کردن که خوشبختانه تا امروز که ما با شما صحبت میکنم نیروهای امنیتی افغانستان در دفاع از موسی قلعه همطور شجاعانه و بسیار با یک توانایی عالی رزمی میر از من و دشمن هیچ دستاورد ندارد. این هم بخش از جنگ‌های اخیر مخالفان مسلح با نیروهای افغان است که یک تن با زبان اردو با جنگجویان خود هدایت می‌دهد. ان شاء الله نه آنده گی الله به حکم را. الله اکبر. از سوی هم مسئولان محلی ولایت هلمند میگویند حملات بر ولسوالی موسی قلعه هنوز هم ادامه دارد، اما جهت دفع این حملات نیروهای تازه‌دم را به منطقه فرستاده شدند. مسئولان از قول افراد ملکی موجود در ساحه جنگ میگویند که در میان جنگجویان خارجی‌ها نیز حضور دارند. اول هم دم گره پا هرون ساحو که پا زینو ساحو بنده دو سوال مخالفینو خپل بریدون شروع کردی دی خو تتروسه پوری کم پرمختگ نلری او مک تقریبا ورم ورز رئیس مقتلور نفر پولیس شهیدتر و دو زخمیان لرو او هم داشن اوز فیلن اغا پرسو تا اکمالات رسول سیوتی اوز فیلن هم دا گره افغان امریتی دو کنه تازه نفسی اغا ساحو تا در سیدو پال کی دی او دیر جر بری وستوار مخالفین و بغوزه ای که مخونی سی و اغا ملکی نسان چی پا مغم ایک موجود دی اغا دیخمال سپر بولی دلی حالت مکتوایی چی بدون که بحرانیان موجود. یک مقام بلندپایه افغان در این اواخر گفته بود که پاکستان از طریق ارسال پیام تهدید نموده است که بر خاک افغانستان حمله می کند. وزارت امور داخله می گوید اگر پاکستان رسما این نظر را داشته باشد و عملا به این کار اقدام کند با شکست شدید مواجه خواهد شد. آنچه را که پاکستان در این اواخر بیان کرده من فکر می کنم که موضع گیری خود حکومت پاکستان نیست. اگر همچو موارد رباسی بر بنیاد واقعیت باشه و این اشتباه را پاکستان بکنه، آن درسی را که به اتحاد جماهیر شوروی سابق و بریتانیای کبیر و به سایر البته ابرقدرت ها در منطقه داده شد برای پاکستان هم داده خواهد شد. وزارت امور داخله می گوید امیدوار است که جامعه جهانی و آمریکا به این مسئله توجه جدی کنند و در این مورد بر پاکستان فشار وارد نمایند. تحلیلگران امور می گویند پاکستان با استفاده از وضعیت مبهم انتخاباتی همچو فشارها را وارد می نماید که با طولانی شدن روند انتخابات این مشکلات بیشتر خواهد شد. زغوارم به دست حساس و دیر از زیاد مهمه مرحله که در تاکنو پا دوار و لور و در افغانستان حکومت غاگو کم چی دوی در پروسه چوم را چی جر کیگی جر بشپده کدی چی در افغانستان نوی حکومت تو کولشی در سیمهیز خطر چی افغانستان تا پیخ ده در رفع کلش که وضعیت هم در شکل دوام کهی در فکر کن چی من با در جدی سنسل بخم بخم. از سوی هم سفارت پاکستان مقیم کابل ادعاهای منتشر شده حکومت افغانستان در خبرنامه وزارت امور خارجه را رد می کند و بر همسایگی خوب با این کشور تأکید می نماید. این گونه برخورد پاکستان با افغانستان و مداخله نظامی آنها مسئله تازه نبوده، بلکه از مدت زیادی بدین سو حملات راکتی پاکستان بر خاک افغانستان ادامه دارند و اسلام آباد متهم به آموزش و ارسال تروریستان به خاک افغانستان نیز می باشد. اما تحلیلگران امور در این مورد نیروهای خارجی مستقر در افغانستان با خصوص امریکا را ملامت می کنند که افغانستان را قربانی روابط نزدیک و مبهم خود با پاکستان کرده است.
از سوی هم نیروهای امنیتی قندهار میگویند جنگ شدید ولسوالی ژیری با کشته شدن 171 مخالف مسلح پایان یافته است. قمندان امنیتی قندهار میگوید این جنگ پیش از این از سوی صدها جنگجوی داخلی و خارجی آغاز شده بود که اکنون منطقه کاملا از وجود آنها پاکسازی گردیده است. وی در این جنگ از کشته شدن تعداد زیاد جنگجویان پنجابی، چچنیایی، عرب و کشورهای دیگر خبر می‌دهد که به گفته وی اجساد آنها به صلیب سرخ سپرده شده است. پس از درگیری‌های ولسوالی سنگین هلمند و حصارک ننگرهار، ولسوالی ژرای قندهار نیز شاهد حملات گسترده صدها جنگجوی مسلح بود. مسئولان امنیتی قندهار میگویند که این جنگ یک روز قبل از این آغاز شده بود که نزدیک به 2 روز ادامه یافت. با گفته قماندان امنی این ولایت، در این جنگ 171 مخالف مسلح کشته و 73 تن آنها زخم برداشتند و با گفته وی به شمول زخمی ها 73 تن آنها گرفتار شدند. یو سلو یو اویا کسه د دشمن در وسه سات پر زستې سره خبر کوم د بینه کلی دی او پدې کې د عربو مړیمسته پدې کې پنجابیانو مړیم پراته دی ورسې به تاسو تشکاره کې عرب باغ شیخ محمد نمیږي اصلي د چچنیا اوسېدونکي دی او وسیږي اوس په کوټه کې د ترورستانو د ګروپ لیډر وو هغه مړ دی مړېدلې پروت دی او د پنجابیانو د عیسای هغه خلک چه ده ده پاره نقشی و پلانونه جوړول آغا چلور سره وان مشفه ده شپه پا آخری عملیاتو که چه ده پا یوزه که برسی و حالتون ده بین اولاده. آسوی هم به گفته قماندان امنی این ولایت، در این عملیات 8 پلیس و 6 سرباز اردوی ملی نیز کشته شدن و 10 پلیس و 7 سرباز اردوی ملی زخم برداشتن. در همین حال وی به مردم محل اطمینان می‌دهد که به خاطر آرام به خانه های خود برگردند، زیرا نیروهای امنیتی کامل آنها را تامین کردند. اما وی ماین های کشت شده از سوی جنگجویان را یک مشکله عمده می خواند. زمان رامین تیز و کنه پر طول و سالی که خلا مدگی لری خم اخه پیش برادی ماین با انفجار که ملکان بشیدنی جاسکار دا پیش برادی او نور مش رامین تیز و کنه انشالله پرا مدگی لری وجه تماده دی چه خود دشمن ارده وی تکی او دشمن دا کندار پر و سالی که دا عملیات یکر پر جاری و پر میوان و پنجوایی ندارید. دا عملیات و دوامداری چه پرده که دی پهر که همه دی بده بین اوره کیش. وی گزارش های نشر شده از سوی برخی رسانه ها را رد میکند که گویا به سربازان خود امر کرده است که جنگجویان را هین گرفتاری به قتل برسانند، زیرا نهادهای عدلی و قضایی در بدل رشوه آنها را دوباره رها میکنند. طالبان تا حال در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. رئیس جمهور کرزی در مراسم فاتح خوانی حشمت خلیل کرزی اشتراک نمود. ارگی ریاست جمهوری با نشر اعلامیه گفته است در این مراسم حامد کرزی را برخی از اعضای کابینه و وکلای شورای ملی نیز همراهی می کردند. در این مراسم دکتر اشرف خانی احمدزی نامزد انتخابات ریاست جمهوری و برخی از اعضای خانواده حشمت خلیل کرزی نیز حضور داشتند. حشمت خلیل کرزی پسر کاکای رئیس جمهور کرزی و نامزد پیروز شورای ولایتی قندهار بود که در روز جمعه در خانه خود توسط یک فرد انتحاری کشته شد. وزارت تجارت از کاهش قابل ملاحظه نرخ نفت و گاز خبر می‌دهد. مسئولان این وزارت می‌گویند که نزدیک به 34,000 تن نفت و گاز را به کشور وارد کردند که آن را نازل‌تر از قیمت بازار و مردم به فروش می‌رساند. از سوی همین وزارت در آینده نزدیک از عقد توافق نامه با ترکمنستان خبر می‌دهد که بر اساس آن افغانستان در حالت اضطراری مواد نفتی مورد نیاز خود را از آن کشور وارد خواهد کرد. در حالی که تنش‌های انتخاباتی و وضعیت سیاسی نامعلوم بر بخش‌های مختلف کشور تأثیرگذار بوده و باعث افزایش نرخ‌های مواد اولیه و سوختی در کشور نموده است، اما وزارت تجارت می‌گوید که جهت کاهش قیمت مواد نفتی و گاز، ده‌ها هزار تن نفت و گاز را به کشور وارد کرده است و آن را از طریق غرفه‌های خود با قیمت نازل به مردم به فروش می‌رساند. خریداری 34,000 تن کالاهای نفتی که 14,000 تن گاز هست و 10,000 تن تیل دیزل و 10,000 تن تیل پترول. فی کیلو گاز مایع در کابل به 48 افغانی هست. البته تمامش گازهای است یا غرفه‌ای است که مربوط به تصدی مواد نفتی وزارت تجارت صنایع میشه.
این وزارت همچنان میگوید که وزیر تجارت جهت امضای توافقنامه‌ای در ترکمنستان به سر میبرد که بر اساس آن عشق‌آباد در حالت اضطراری به افغانستان نفت و گاز میدهد که این کار در همچو حالات از افزایش قیمت این مواد جلوگیری خواهد کرد. از سوی همین وزارت از افزایش صادرات کشور خبر میدهد و ابراز امیدواری میکند که امسال سطح صادرات 60% افزایش خواهد یافت. بیش از 40% صادرات با در سال 1392 افزایش یافته بود. امیدوار هستیم که امسال با امیدواری که هست در بخش زراعت، چون بیشترین کالاهای صادراتی ما فعلا زراعت است، یعنی قبل از قالین هم بیشتر از قالین هم زراعت است، با 60% افزایش پیدا کرد. اما مسئولان این وزارت تنش‌های انتخاباتی و وضعیت نامعلوم سیاسی را نگران کننده می‌خوانند و می‌گویند که این حالت بر وضعیت اقتصادی کشور تأثیر سو کرده و سطح سرمایه‌گذاری در کشور را 9% کاهش داده است. وزارت تجارت در حالی از تلاش‌های جدید برای کاهش قیمت نفت و گاز خبر می‌دهد که هنوز هم در بسیاری از بخش‌های کشور مردم از بلند بودن قیمت این مواد شکایت دارند. کادرهای جوان افغانستان را از بسیاری مشکلات اقتصادی نجات دادن می توانند. وزیر تحصیلات عالی افغانستان می گوید پس از قطع کمک های خارجی با کشور، جوانان تحصیل یافته می توانند با طرح‌های اقتصادی نوین و بین المللی اقتصاد کشور را به پای خود ایستاد نمایند. از سوی هم نهاد بین المللی آیسک خواهان دلیل دخیل شدن سیستم اقتصادی نوین در سیستم تحصیلی و اقتصادی کشور می باشد. کاهش کمک های جامعه جهانی در عرصه های مختلف با کشور جوانان افغان را واداشته است تا با استفاده از اندیشه های نوین خود بتوانند که افغانستان را در بخش اقتصادی خود کفا کنند و مردم دیگر چشم به کمک های خارجی نبندند. وزیر تحصیلات عالی کشور که در جمع از مسئولان پوهنتون های خصوصی و دولتی سخن می گفت از کاهش کمک های جامعه جهانی یادآوری کرد و اضافه نمود که تلاش های جوانان در زمینه مدرن‌سازی سیستم آموزش اقتصادی می توانند افغانستان را از نگاه اقتصادی متکی به خود کند. کمک های جامعه جهانی شاید تا سالهای در کشور ما باشه، اما بعد از باید از اینمی جوانان من حیث نیروی بشری سازنده با فکر مثبتشان و با فکر بکرشان می توانند که جامعه را به طرف بهبود ببرند و پیام ما به سایر جوانان کشور همی است که ما تلاش مهمی است که زمینه تحصیلات برای جوانان فراهم بسازیم. برخی از محصولان پوهنتون‌های دولتی و خصوصی کشور با راه اندازی نشست خواهان دخیل شدن سیستم اقتصادی نوین بین‌المللی در سیستم تحصیلی پوهنتون‌ها شدند. وزیر تحصیلات عالی کشور از طرح جدید این محصولان استقبال میکند و میگوید که از طرح پیشنهادی در بخش تعلیمات اقتصادی استفاده خواهند کرد. و از جوانان میخواهد که برای افغانستان خودکفا هرچه بیشتر تلاش کنند تا افغانستان دیگر متکی بر کمک های جامعه جهانی نبود و مردم چشم به کمک های مالی جامعه جهانی نبندند. ما از طرح پیشنهادی شما حمایت میکنیم و زمین سازی دخول سیستم نوین اقتصادی در سیستم آموزش پوهنتون ها تلاش خواهیم کرد تا افغانستان مترقی و متکی به خود داشته باشیم. وزیر تحصیلات عالی کشور همچنان میگوید که هم اکنون 2000 محصول افغان در بخش اقتصادی در کشورهای خارجی سرگرم آموزش هستند که با باوروی با برگشت آنان و طرح و پلانگذاری های نوین بین المللی افغانستان از نگاه اقتصادی خود کفا خواهد شد. ادامه خبرها از جهان. احزاب بزرگ مخالف حکومت برای راه اندازی تظاهرات گسترده آمادگی می‌گیرند. این تظاهرات که از سوی عمران خان، طاهر قادری و مخالفان سیاسی دیگر رهبری خواهند شد، هدف آن استعفای حکومت و برگزاری انتخابات جدید در کشور می‌باشد. در این حال مسئولیت امنیتی شهر اسلام آباد به اردو سپرده شده است که برخی پاکستانی‌ها این کار را عامل تقویت نقش اردو می‌خوانند. روسیه بر برخی واردات آمریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، کانادا و نروژ تحریم وضع کرد. دیمیتری مدودوف صدر اعظم روسیه میگوید که پس از این از کشورهای یاد شده میوه، سبزیجات، گوشت، ماهی و شیر وارد نمی کند و این فیصله را پس از آن صادر کرد که رئیس جمهور روسیه از حکومتش خواست تا از واردات مواد غذایی کشورهایی که بر روسیه تعذیر وضع کردند خودداری کند و یا سطح آن را کاهش دهد. رابط میان روسیه و کشورهای غربی پس از آن به سردی گرایید و بر روسیه تحریم‌های اقتصادی وضع گردید که روسی زبانان اوکراین بر ضد حکومت آن کشور قیام مسلحانه کردند. کشورهای غربی روسیه را متهم می کنند که در آرامش روسی زبانان تلاش جدی نمی نماید.
مقامات عالی رتبه آمریکایی و ایرانی در جنوا در مورد پروگرام اتمی تهران مذاکره کردند. در این گفتگوها که معاونان وزرای خارجه آمریکا و ایران اشتراک داشتند، در مورد موانع بحث و گفتگو کردند که بر سر راه توافق در مورد پروگرام اتمی تهران وجود دارند. گفتگوهای ماه گذشته شش قدرت بزرگ و ایران در مورد پروگرام اتمی تهران بدون کدام پیشرفت به دوره دوم کشانده شد. این گفتگوها از نوامبر سال گذشته ادامه دارد و قرار بود که در گفتگوهای 20 جولای هر دو طرف به یک موافقت دست یابند، اما موفق نشدند. این بود خبرات این ساعت که تقدیم شد. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستم. اوقات خوش. خدا نگهدار.